آغاز مذاکرات بین الافغانی در نتیجه اختلافات موجود به بنبست رسیده است. رهایی 5000 زندانی طالب که به عنوان حسن نیت برای آغاز مذاکرات مطرح بود مشروط شده است و طالبان نیز رهایی مشروط زندانیانشان را نپذیرفتند. از سوی دیگر با وجود وعده رئیس جمهور غنی هیئت مذاکره کننده نیز تشکیل نشده است و زلمه خلیلزاد در یک گفتگوی ویژه با یک رسانه آلمانی گفته است که عبدالله و غنی روی ایجاد یک حکومت همشمول توافق کنند و یک هیئت همشمول را تشکیل دهند. اما هنوز روشن نیست که این امر چی زمان تحقق می‌یابد. اما براستی شکستن بنبست آغاز گفتگوهای صلح نیازمند چیست؟ چگونه میتوان با عبور از بحران سیاسی به یک اجماع سیاسی برای آغاز گفتگوهای صلح دست یافت؟ و در نهایت اگر بحران سیاسی شکسته نشود و اجماع سیاسی هم شکل نگیرد چه خواهد شد؟ بیننده های عزیز سلام، به برنامه بسوی صلح با من حارث جمالزاده خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقایان سید باقر کاظمی استاد دانشگاه، آقای فضل منالله ممتاز آگاه مسائل سیاسی و آقای ابراهیم رحیمی رئیس عمومی کمیسیون انسجام ملی متحد احزاب سیاسی و نهادهای مدنی. مهمانان گرامی به بحث بسیار زیاد خوش آمدید. آقای رحیمی، بحث با شما میخوام آغاز بکنم. شکستن بنبست به میان آمده به طرف گفتگوهای صلح نیازمند چی است؟ در لوی خدای په نامه اول قدم که تاسو ته د میز درنو میلمنو ته او ستاسو د خورشید تلویزیون مینهوالو ته السلام علیکم و رحمت الله برکاتو. راځي چې دې موضوع یو څه قویتره بحث پر وکړو. د ستا د سوال بفرمایئ فرضي خو مشکل نیست. نه، موږ دلته بندیان لرو 15000 نه دي، اضافه تر 15000 دي. طالبان چې بندیان دي احتمال لري تر 15000 بندیان اوسي. د دوی په نیولو کې موږ ډېره قرباني ورکړې. دلته د اکلابدي موضوع هم ده په مستند شکل چې کسان بندیان دي. دومه موضوع د خارجیانو، یعنی 200 تر 280 کسان د پاکستان لوړ رتبه کسان د طالب په جامه کې بندیان دي. ایرانی تباره بندیان دي، بلوچستان چشنه تباره بندیان دي، د مختلفو ملک د هغه هم د طالب په جامه کې دلته بندیان دي. دا هم په دې کې شک نشته، د زندانونه یا د زندانیان حضور لري. بله موضوع دلته ده چې هغه تړون چې امریکایانو د طالبانو سره کړی، طالبانو د امریکایانو سره کړی دی د 15000 بندیانو په ارتباط، هغه خلاف د اصولو ده. دوی هغه ستونزه چې د امریکایانو په وتلو کې، د امریکایانو په بمباردمان کې، هغه د دوی ستونزه دوی حل کړې ده. د افغانستان مسایل د افغانستان په خلکو اړه لري چې دا 15000 بندیان په تدریجي شکل موږ خوشی کوو او دوی به په تدریجي شکل دا خشونت کموي. حتی داسې وعده سوی چې دا اوربند به هم کوي د طالبانو. بناهن اوربند هم نشته، خشونت کمول هم نشته، د جنگ شدت ورکول دي. آیا دا ستاسو د نظره دا به معقول وي چې 15000 بندیان بیله دي چې دا تفکیک سي، بررسی سي، تعود واخیستل سي چې بیا د طالبانو صفوف کې نه درېږي، بیا د داعش په صفوف کې نه درېږي؟ دلته یو تروریستي ډلې جنگ کیه، سبا دغه ځي بل تروریستي ډلې سره درېږي. دغه تضمین څوک کوي؟ چون این ملاحظات وجود داره به خاطر رهایی زندانیان، پس چرا رئیس جمهور فرمان رهایی این 5000 زندانی را صادر کرده؟ ګوره صادر کړی دی، خو دلته داسې تعود وعده سوی وه د طالبانو دخوا هم دا ویل سوي وه چې موږ به تدریجي دغه جنگ به خشونت به لږوو، یا نه چې خشونت ډېروو. د خشونت لږول او د دې د بندیانو تدریجي خوشي کول دلته په دې مابین کې د بین الافغاني ناسته. ګوره طالب خپل د دریځ نه شاته کیږي، یو دریځ نیولی اوله ورځ چې 15000 بندیان خوشي کوي فقط د بین الافغاني ناسته لپاره. آیا دا معقوله ده؟ تدریجي بلکل رئیس جمهور پر ځای فرمان ورکړی دی چې دغه طالبان دي 1500 کسان خوشی شي، هغه دې تعهد واخیستل سي د قومي مشرانو څخه، او د په قطر کې باید د امریکا په حضور کې د بین الافغاني هغه استداغ زموږ مرکچي په مخ کې باید تعهد ورکول سي چې دغه 1500 کسان چې خوشی کیږي یا 15000 کسان، دوی نور د طالب صفوف کې نه درېږي.
تاسو خبر یست که نه دا اوس په بغلان کې موږ جنگ لرو د فرا په مرکز کې په اوزو کې جنگ روان دی د جنگ شدت ډیر سوی دی یعنی آقای رحیمی در حال حاضر پس فکر میکنین چی کار باید صورت بگیره که مذاکرات بین الافغانی رسما آغاز شود با اون قرارداد را که شما اشاره کردین بین امریکا و طالبان امضا شد قرار بود به تاریخ 10 مارچ گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود که از اون تاریخ تا اکنون 7 روز سپری شده هنوز هم هیچ گونه خبری از آغاز مذاکرات نیست موږ په تاسو سره خپل په کور کې مشکل لرو راځي د خپل کور مازله الکو زه یو شی وایم او قدم نخست نیاز است که بحران سیاسی حل شود موږ باید خپل په دغه کور کې تر هغه بین الافغانی ناست دا مهم ده موږ خپل د کور مازله الکو دغه مازله دغه کور ملي کو او د ملي وحدت واقعا یو ملي وحدت ځنی جوړ کو د طالب امریکا ته وزر کې چې صلح غواړم نن د زموږ د نفاق څخه استفاده کوي کله چې د مسکو په ناس کې علني دولت تخریبوي په نظام کې سامداران او د نظام پر ضد په نظام کې قدرت د نظام پر ضد نو دا نظام د پښو لویږي دا د کور مازله ډېر اساسه ده که دغه مازله موږ حل کړو جناب ډاکټر صاحب عبدالله جمع د ډاکټر صاحب اشرف غني جمع د نورو مخورو څیرو د خدای او د قرآن دپاره که شل کال ځان ته کار کړی یو وار د افغانستان ته کار وکړي یو وار د خپل لمن ته وګوري دا طالب د خپل استقلالیت نه لري د نورو اجنبیانو په هدایت سره دوی که سوله کوي یا د سولې اراده کوي یا د سولې میز ته کښېني نو بناهن که موږ ملي یووالی ولرو نو نور موږ ته په درنه سترګو په درناوي کتل کېږي دا یو خبره تکمیل کړم چې زما خبرې تکمیل شي زه وایم چې زما د نظره آیا 15000 زندانان خوش سي صحیح ده چې امریکایان تعهد کړی څه تضمین وجود لري چې طالبان زموږ سره سوله کوي څه تضمین وجود لري چې آیا چې دغه سامداران سوله غواړي که نه غواړي څه تضمین وجود لري چې امریکایان خپل په دغه دریز ولاړ دي آیا دوی واقعي سوله په افغانستان کې غواړي که یا خیر امریکایان دې ته حاضر دي چې په افغانستان کې دایمي سوله راسي طالبان دې ته حاضر دي اپوزیسیون تر نامه لاندې سامداران حاضر دي او دا حکومت هم سل په سل حاضر دی یعنې دغه څلور جنوي په افغانستان کې حاضر دي چې واقعي سوله په افغانستان کې رسي تشکر آقای ممتاز شکستن بنبست کنونی در بحث صلح نیازمند چه اقدامات است بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین سلام به بندگان عزیز و خدمت مهمانان حاضر در بحث جناب کاظمی صاحب همچنان رحیمی صاحب و لعنت الله علی الکاظمین المفسدین علی الظالمین المفسدین و بعد دوست عزیز ما در مورد وقتی که میگه که چی نیاز است در قسمت همین پنج مشکل 5000 زندانی نیست و زندانی ها هم به دست ما نیست نه ما مالک فضای خود هستیم نه مالک زندان خود هستیم نه مالک زمین خود هستیم این مسائل تدریجی که گفته میشه این دروغ تدریجی است این واسه پس امریکا که تعهد کرده رهایش میکنه این ضرورت نیست تا که چیز ما خود تا شاهد شاهد و تاریخ زنده 40 سال معاصر افغانستان هستن تاریخ هستن فکر نمی کنم که این قدر اذهان مردم قصیر المدت باشه مثل اینکه دوستای ما دروغ قصیر المدت میگن یعنی چی زمانی که موضوع انس حقانی بوده گفتن که حق العبد است و حق الله است و به صورتی که گفتن انس حقانی در دوحه رسیده بود فرمان زی ساده شد خبر نبودن که از زندان کی بیرون شده و کی داخل شده 900 نفر اعلام شد به تلفن خلیزاد از دوحه در اوج نه حق العبد بود و نه حق الله بود حق ترام بود و بس خلاص حق خلیزاد بود این بندی ها موضوع رهایی بندی ها یک مسئله است که امریکایی ها تعهد کردن با طالبا و او را پمپیو بسار به صراحت گفت آزاد میکنه این بندی های حزب اسلامی نیست مذاکرات داخل افغانی حکومت نیست که در اوجه باز بیا یک پاپ فتوا بده و یک کسی دیگه بگوی حق العبد است و حق الله است و سرنگوالی است و این موضوعات اصلا وجود نداره پس مشکل اصلی که گفتگوهای سال آغاز نمیشه چی است؟ من به خدمت شما عرض کنم زمانی که او زمان بود لوی سرنگوالی طالبا سابقه شنگواری صاحب اونا گفتن که ما از اشتباهات حزب اسلامی درس گرفتیم عبرت گرفتیم هیچ وقت با حکومتی که صلاحیت زندانی را اعلام کردن و صلاحیت مذاکرات نداشته با ما نشست نمی داشته باشیم
کافی است که حزب اسلامی به اشتباه رفته تا به حالم زندانیشان رها نشد. یک موضوع دیگه در زمانی که فیلحال موضوع صحبت میشه وقتی که تعهد صورت میگیره در قبال زندانه طبعا جنگ بلوا تقسیم نمیشن جنگ شده وقتی که به فیصله سیاسی میرسیم بازی مسائل یا گپای دیگه نه از قدرت زیاست نه از توانه زیاست و همچنان این گپی بسیار حق است قول حق است که موضوع محاکمه باشه، موضوع جنایت بوده باشه، حق العبد باشه ولی که امرای زورگوی چیز گفته نمیشه یعنی امرای امیرالمومنین ترامپ چیزی گفته نمیشه و صراحت اونا تعهد کردن اونا به اجرا میگذارن این موضوع ختم است سر ازی وقت خود ضایع نکنیم نه بحث خود ضایع کنیم واضح و آگاه خب پس مشکلاتی که فکر میکنین سبب شده تا گفتگوهای بین الافغانی آغاز نشه چی است؟ بحران سیاسی؟ بله در اینجا مسئله ای که آغاز نشه چند موضوع است اول ای که خلیلزاد فریبی که همین که درس کرده در رسانه های خارجی همچنان امریکای خلیلزاد با این بازی 40 ساله که طرح و همچنان طرح جنگ، طرح صلح در 40 سال خلیلزاد بود امریکایی‌ها به این عقیده هستند که خلیلزاد اینا را به این انتخابات فاسدی که در افغانستان جریان داشت بازی داد در نتیجه انتخابات، در ترکیب انتخابات اینا نقش داشتن میگفتن که یک چند روز تظاهرات است، موضوع کرونا است، موضوع حل میشه چیزی وجود نمیداشته باشه در این سهم گرفتن اعلان کردن مشکل اصلی عامل فعلا مثل که رحیمی سه فرمودن حرف اخیرشان که موضوع ذات البینی است در داخل است وقتی که ما یک اجماع سیاسی نداشتیم حکومت نتونست یک محوری را به وجود بیاره یک اجماعی را به وجود بیاره در مدت از اینمی 11 ماه با بازی های طفلانه و کودکانه مصروف بودن اینا نتونستن که یک اجماعی را به وجود بیارن حتی تا رمی لحظه اینا عبرت و درس نگرفتن رمی لحظه شما ببینید که یک لیست تحمیلی را اینا اعلان کردن در قسمت بدون از اینکه احزاب سیاسی در جریان بوده باشه همه ایشان نه چهره های خیلی نیک هم در روی هسته اکثر افراد هستن افراد تحمیلی که در جنگ افغانستان سهم داشتن نه در صلح افغانستان نه از هوای افغانستان اینا تنفس کردن نه از جغرافیای افغانستان یک بلست قبر از پدر مادر از ایناست اینا افغانای خارجی درجه دوم هستن نمبر دو هستن که نامشان گل احمد و محمود هستن و وارد صحنه ساختن حتی ما که میخواهیم در مذاکرات داخل شویم با طالبا ضرورت است که یک معیار وجود داشته باشد معیارش این است که ادبیات سیاسی طالبا را ادبیات فرهنگی طالبا را ادبیات مذهبی طالبا را ادبیات جنگ ادبیات صلح اقلا اینو یاد داشته باشند این مسئله خیلی کودکانه نیست که یک کسی را یک طفلک را شما دیروز از نیویورک از پاریس وارد افغانستان شده که حتی به زبان پشتو و فارسی اینا دری صحبت کرده نمیتونن شما برین با طالب دو صحبت کنین مسئله اصلی است آلی که میخواین فعلا بنبستی که وجود کرونا سیاسی فعلا مسلط است در افغانستان کرونا فقر مسلط است کرونا مرض دیگه مسلط است باز هم ما با مو بازی های کودکانه و طفلانه خود میخواهیم وارد این یک مرحله بزرگ تاریخی شویم که تاریخ افغانستان با این رقم میخوره تشکر بیننده های گرامی اکنون هم یک من برنامه کوتاه به ادامه برنامه خوش آمدید. آقای کاظمی، چرا مذاکرات میان افغانها به تاریخ 10 مارچ آنچه که در توافقنامه طالبان و ایالات متحده آمریکا تذکر یافته بود آغاز نشد؟ فرمان رهایی زندانیان طالب از سوی رئیس جمهور امضا شد، عملی نشد. همچنان اعلام فهرست هیئت مذاکره کننده از طرف رئیس جمهور در روز مراسم تحلیف وعده سپرده شد که فردای این مراسم اعلان میشه، اما اعلان نشد. سرانجام یک فهرست از جیب ظلمه خلیلزاد به سیاسیون سپرده شد. بنام خدا خدمت شما، خدمت بیننده های محترم، جناب آقای رحیمی، جناب آقای ممتاز سلام تقدیم میکنم و جا داره که روز خبرنگار را به شما و جامعه خبرنگاری در افغانستان تبریک و شاد باش عرض بکنم. همینطور که همه مردم افغانستان و مردم جهان میدانند که پروسه آزادسازی یک روند طولانی هست، به همین سادگی نمیتونه باشه. بحث خیلی ساده و یک مثال خیلی ساده را که میتونیم در این رابطه داشته باشیم، هرگاه در یک قمندانی امنیت، در یک توقیف خانه، اگر کسی مرتکب جرم میشه و بنا به دلایلی قرار است که طرف مقابلش برش ابرابته، طبیعتا یک زمان خیلی طولانی را سپری خواهد کرد. یعنی حالا شما این موارد فکر میکنین که حکومت در نظر نگرفته آنچه در متن فرمان تذکر یافته
در مدت یک هفته 1500 زندانی رها میشه. ببینین بحث آزادسازی زندانیان طالب حدود 5000 نفر کار ساده ای نیست، اما مشروط هست. ببینین در آغاز بحث آزادسازی زندانیا وقتی که مطرح شد، قرار به این شد که کاهش خشونت را هم مردم افغانستان تجربه بکنند. زمانی که طالب ها بر عهد خودشان پایبند نبودند و حداقل فردای روز گفتگوها و پایان جنجال هایی که حداقل ما و شما در جریان هستیم مطرح شد، یک نکته بسیار مهم مشهود هست. 78 مورد حمله به نیروهای امنیتی و مردم عادی در افغانستان صورت گرفت. هرگاه اگر قرار باشه این روند ادامه پیدا بکنه، یقیناً هم جامعه جهانی هم مردم افغانستان بر روند آزادسازی طالب‌های که اگر قرار باشه بدون بررسی آزاد شوه، یقیناً نگاه متفاوتی پیدا خواهند کرد. شما ببینین سن در اینجا مهم هست، صحت در اینجا مهم هست، بررسی و چگونگی شرایط زندانی شدنشان، تکمیل شرایط زندانشان و زمان زندانشان همه مهم هست. از طرف دیگر اگر قرار باشه آن چیزی را که طالب ها به عنوان یک گروهک معاند و دشمن مردم افغانستان تقاضا بکنند و برابر از او تمام آن چیزی که خواستن انجام شود، آیا حکومت افغانستان حق نداره که این آزادی را مشروط اعلان بکنه؟ زمانی که این شروط از طرف مقابل که طالب ها هست و پایبندی به او ندارن مردم افغانستان میبینه و حکومت افغانستان او را میبینن، یقینا تمام نگاه ها متفاوت تر خواهد شد. در بحث سیاست یک اعمال هست و یک اعلان، شما این را بهتر میدانین. زمانی که بحث اعلان مطرح شد، یقینا حکومت افغانستان خواست که هم به جامعه جهانی هم به مردم افغانستان و هم به طالب ها این را به اثبات برسانه که حکومت افغانستان در صدد رسیدن به صلح است. اما وقتی که قرار است این صلح به یک ثبات دائمی نینجامد و قرار باشد که هر روز مردم افغانستان تاوان این مسئله را بته، یقینا حکومت افغانستان هم از این بازی آگاه است و در این رابطه بازی سیاست گرایانه خودش را در این قبال خواهد داشت. و از طرف دیگر بحث نشست هایی که صورت گرفت، نشست های نهگانه ای که حتی آمریکا به عنوان یکی از طرف های زیردخل در مذاکرات صلح افغانستان با طالب ها در یک مرحله از کار ناامید شد از طالب ها. در چند روز اخیر هم حداقل اگر نگاه بکنین، برخی از جنرال ها و سناتورهای آمریکایی هم به دیده شک و تردید به آزادسازی زندانیان طالب و حدود 5000 نفر مینگرند. این خودش نشان دهنده از این است که پشت پرده بازی های زیادی وجود دارد. اما از طرف دیگر این را هم باید در نظر داشته باشیم که اگر قرار باشه این گونه افرادی که مشخص از طرف طالب ها لیست داده میشه به حکومت افغانستان که مشخصا این افراد باید آزاد شوه، در حالی که ما هم خبر داریم، شما هم خبر دارین، جامعه جهانی هم خبر دارن و مردم افغانستان هم کاملا ایرا آگاه هستند که در بین همین 5000 نفر ده ها تن پاکستانی، ده ها تن ایرانی و ده ها تن چچنی هم وجود دارند. اما موارد را که آقای ممتاز اشاره کردن، باز چی تضمین وجود داره که در نهایت امر باز هم این فرمان بالای حکومت افغانستان تحمیل نکنن و حکومت افغانستان هم نپذیره؟ نگاه متفاوتی که من عرض کردم پیشتر خدمت شما همین است. چه تضمین وجود داره که آزادسازی این 5000 نفر زندانی طالب وقتی که از طرف حکومت افغانستان انجام شود، چه تضمین وجود داره که این تعداد افراد دوباره جذب گروهک های تروریستی، جذب داعش، جذب طالب نشوند؟ وقتی که حکومت افغانستان آزادسازی را مشروط میسازه، شرطش همی است. من پیشتر یک مثال دادم، وقتی که براءت گرفتن و ابرا دادن در یک مسئله بسیار کوچک میتونه زمانگیر باشه، آیا حکومت افغانستان این حق را به عنوان طرف آزاد کننده و تسهیل کننده و تصمیم گیرنده برای آزادی این تعداد طالب ها داره، آیا این شرط را نمیتونه داشته باشه؟ آیا طالب ها واقعا پایبند به آن چیزی که گفتند هستند یا نه؟ و از طرف دیگر این صلح و این مذاکرات
و این نشست های چندگانه بین حکومت امریکا و طالب ها صورت گرفته. در اینجا نباید مردم افغانستان متضرر شود، در اینجا حکومت افغانستان نباید متضرر شود. و مورد دیگری که شخص رئیس جمهور در روز مراسم تحلیف اعلان کرد، چرا تا اکنون عملی نشد؟ خب همیره بازم برمیگردم به صحبت های گذشته خودم، مشروط هست تمام بحث اعلام فهرست مذاکره کننده ها را میگم. بحث مذاکره کننده هایی که شما هم در بین صحبت هایتون داشتین، دو مهمان بزرگوار هم داشتن، فهرست از طرف حکومت تا هنوز نهایی نیست. اما شخص رئیس جمهور تعهد کرد در روز مراسم تحلیف که فردای این روز اعلان میشه. خب اینجا باز بحث بحران آفرینی برخی از سیاستگران در افغانستان هستند. من نام نمیخوایم ببرم، اما یعنی پس فکر میکنین که متاسفانه خیلی از نیاز است که ابتدا بحران سیاسی حل شد بعد از او بریم به طرف گفتگو؟ بحث بحران سیاسی هم زمانی حل خواهد شد که قاعده بازی را هم سیاستگران ما بپذیرن، قاعده برد و باخت را بپذیرن. انتخابات به پایان رسیده، زمان انتخابات به پایان رسیده، بر اساس قانون اساسی افغانستان یک برنده مشخص شد، حکومت افغانستان شکل گرفت، نفر اول مشخص است، معاونین مشخص است. اما وقتی که یک فرد دیگه خود را رئیس جمهور خود خوانده اعلان میکنه، در حقیقت او به دنبال امتیازگیری بیشتر هست. حالا وقتی که لیست هم اگر تکمیل نشده، مطمئنا در اینجا پای سیاستگران افغانستان دخیل هست. متاسفانه برخی از سیاستگران به دنبال یک لیست طویلی هستند که به دنبال منافع اونا گام برمیدارن، اما منافع اولیای کشور میتونه خط قرمز باشه که حکومت افغانستان هر آن چیزی که اقدام میکنه و هر آن چیزی که تا حالا شعار داده و در شعور به اجرا گذاشته، به دنبال ای هست که منافع اولیای کشور تأمین شود. وقتی که قرار باشد برخی از سیاستگران به دنبال منافع شخصی خودشان بگردن، پس حکومت افغانستان هم مکلف به ای هست که مردم خود را در تحت نظر خودش داشته باشه که هیچ گونه آسیبی از روند صلح و مذاکرات بین الافغانی نبینه. تشکر آقای رحیمی. ظاهرا دیده شد تا زمانی که بحران سیاسی به وجود آمده حل نشه، ما ممکن است پیشرفت های خوبی در بحث گفتگوهای صلح نداشته باشیم. اما پرسشی است که حال چگونه از این بحران سیاسی میشه عبور کرد؟ چگونه یک اجماع سیاسی شکل بگیره تا ما بریم به طرف گفتگوهای بین الافغانی؟ تشکر. ما گفتم که در وقتی که در کنفرانس بون یک حکومت موقت ساخته شد تحت حمایت ملل متحد، صحیح است؟ قوتهای ناتوم آمد و پیسه هم آمد و تا این حال اما حکومت به حمایت ملل متحد و کمک های جامعه جهانی پا برجاست. به تاسف ما یک چیز قابل یادآوری است که 40 سال جنگ و باز کشتی زارآلودی 19 سال نمیتونیم که یک فرد مخاطب قرار بده که مسئولیش امی شخص است. کشتی زارآلود کاشته شد، حالا کی درو میکنه؟ آثارش که میگیریم زهر از دیگه طبعا انسان از بین میبره. او عبارت از بیکفایتی، بیدرایتی و نتانست که در دو دوره حکومتشان و در حکومت وحدت ملی که 30 دوره میشه، نتانست که ما یک وحدت ملی یا یک اجماع ملی رو وجود بیاریم. این زمان بسیار کافی بود. خب حداقل حال در جهانی هم بود. انجام شده قرار گرفت. ببین حکومت ظاهر حکومت موازیره تنها افغانان نیست. چطور از این وضعیت پیش آمده ما عبور بکنیم ابتدا؟ این مسئولیت برمیگرده در به خاطر وحدت ملی، مسئولیت برمیگرده کسانی که متحدین درجه یک افغانستان است، کسانی که مصارف و تمویل حکومت داده میته و در عین حال رئیس جمهور هم ادعاش است که در 5 سال حکومت وحدت ملی یعنی سامدارا بود. ما نتوانستم واقعا، اگر ما در یک موقعی دیگه داده شه ما در کل برنامه شون بوده، این موقعی ما میتونم که یک اجماع ملی واقعی رو به وجود بیارم. بر فیلم صحبت میکنیم. یعنی آقای رحیمی اگر بار ملامت بر بگرده به جامعه جهانی و کسی که متحد اصلی حکومت افغانستان است، یعنی ایالات متحده آمریکا، حال نیاز است که طرحی را که ایالات متحده آمریکا به خاطر عبور از وضعیت کنونی پیشنهاد کرده بپذیریم؟ ببین ما باید اینجا دیگه طرف ها را شم ببینیم، یک طرف قضیه را نبینیم، یک طرف عواقب شم ببینیم. از نظر من در لیست که به قرار است به قطر برود، آیا از نظر تو خودتان طالبان مداخله نکرده؟ در فهرستی که نوشته شده
افرادی که میرن طالبان مداخله کرده. پس هر کسی که ما معرفی میده به نیست افغان میره، این چی رب میگره با جنابانی که در قطر نشسته؟ چی رب میگره؟ در لیستی که اینا ساخته هم اونا مداخله کرده که این لیست باید تغییر کنه. کسانی ما قبلا گفتم که در دشمن آسیاب آب میرزانه. آقای رحیمی، کشورهای همسایه، بحث ما روی تشکیل هیئت نیست، روی ازی است که حال ما نتیجه انتخابات که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده بپذیریم، یا آن چرا که آقای خلیلزاد میگه که آقای عبدالله و غنی برن یک حکومت همه شمول بسازن تا از وضعیت کنونی ما عبور بکنیم بریم به طرف. نه خیر، ما میلیون ها دلار از اینا دادیم، ما قربانی دادیم جانی مالی. اگر خدا نکرده انتخابات انمی انتخابات نتایج مشروعیت پیدا نکنه، در انتخابات دیگه دفن است، دیگه بر امیش از بین میره، به خاطر که ما شاید بوده از 9 میلیون انسان 1.5 میلیون اشتراک کرد، و اگر این بار انتخابات مشروعیت نتیم، انمی انتخابات واقعیت انتخابات صورت گرفته، مشکلات خود داشته، ولی یک جناح مشکل ساز نبوده. ما میگیم اگر انتخابات شده، ما تعلیف بجا شده، دکتر ساشتب کنی دو کمیسون موجود است، رئیس جمهور کاملا برحق است، انتخاب شده، ولی ایر باید ما مشروعیت بدیم. حالا به چی نوه یک ایر افغان همه شمول مینیم او بحث بعدیست. ایر ما نمیتون نادیده بگیریم، انتخابات نادیده بگیریم، برنده شدن نادیده بگیریم، یک بار دیگر از سر بیاییم او رم این وعدت ملی واری که جانکیری آمد یک شرکت سامی بسازیم، این یک جفای دیگر با ملت افغانستان است. رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی افغانستان دکتر صاحب اشرف غنی است، در این چک نیست. کسی که میخواه برادر میپذیره، کسی که نمیپذیره دلایلی داشته باشه که دلایلش معقول باشه. بیایم که سر افغان شمولش گپ بزنیم. یعنی این موضوع افغان شمول اگر یادتان باشه، میلر چند مدت قبل از درش برآمد یک سخنانیش، این قبلا اونا ساخته بود که بیای موضوع شمول است، این همه شمول است. ما میگیم این آهسته آهسته دکتر صاحب عبدالله اعلان که دفعه دوم ما حکومت همه شمول باز نامش مان. ما پشت همه شمول نگردیم، ما پشت ازی بگردیم که فیدن کادرها، ظرفیت ها و شخصیت های در هر قوم و در هر سمتی که است، بیایی که امی حکومتی که ما میگیم 50% 40% بیایی رو به 100 برسانیم، بیایی رو بسازیم، ترمیمش کنیم، یک خانه مشترک خورا واحد بسازیم، هم دیگر پذیر شیم. در غیر ازو ما یک سوال اینجا است که از تلویزیونتون میگم، آیا جنگ فعلی از این تاریخ به بعد که آتش بس مشروعیت داره در افغانستان؟ امیر کسی گفته میتونه جنگ که طالب امرای نیروهای امنیتی میره این کسی مشروعیت داده میتونه؟ و در قرآن عظیم شانه که به دست ماست، این باید بپذیریم قانون اساسی اسلامی اینمیسته. ما میگیم که به خاطر قرآن عظیم شان بیای که پشت وعدت و امپارچگی بگردیم. در این قرآن عظیم شان به خاطر قدرت، به خاطر به قدرت رسیدن و به خاطر موقف، آیا نظام خوره، مردم خوره به تباهی بکشین، آیا چیزی هست در قرآن عظیم شان؟ تشکر. بیای که واقعی از واقعیتان نگذاریم، بیای که واقعا ام شمول فکر کنیم، یک افغانستان واحد و آزاد بسازیم. تشکر. تشکر بیننده های گرامی، ادامه برنامه هم تا لحظات دیگه. به ادامه برنامه باز هم خوش آمدین. آقای ممتاز، طرح گذار از وضعیت کنونی فکر میکنین پذیرش برایند انتخابات است، و این که رفتن به سوی ایجاد یک حکومت همه شمول آنچرا که زلمه خلیلزاد در گفتگوی تازه با روزنامه شپیگل آلمان مطرح کرده؟ ببینین دوست عزیز، مسئله افغانستان با حرفای شفقت انگیز و با حرفای آرمانی و توقعات و آرزوها و امیدها حل نمیشه. نه مکانیزم اجرایش فکر میکنید؟ بله صاحب، نه موضوع انتخابات با موضوع شفقت انگیز و با توقعات و امیدها و حرفا بند میشه. یا به زبان آوردن قانون اساسی و کمیسیون مفسد انتخابات، کمیسیون فاسدی شکایات، به این مسائل حل نمیشه. قانون اساسی اگر میگفتیم، بارها ما گفتیم اگر قانون بنگلادش را بگوییم، قانون برکینافاسو را بگوییم، اینا خود قابل تطبیق است، اما قانون افغانستان زیر پای خودشان گذاشته، قانون گذارا و کسای دیگه گذاشته، به این حرف حل نمیشه مسئله افغانستان. و اما یک ضرب المثل افغانی داریم ما، شما میگه که کورا میفهمه دلده شور است، اما ای که خود گل میزنیم این موضوع دیگه است. موضوع همه شمول قسمی که رئیس رحیمی صاحب گفته به ضبط
مسئله امشمول وزرای امریکایی سابق سفیر امریکا او موضوع را به زبان کودکای سیاسی ما طفلانا از اموج قبل از اعلان نتایج انتخابات وارد کردن. یک گفت که انتخابات ما انتخابات به خاطر اینکه در اینجا مشارکت وجود نداشته بناهن ضرورت است یک حکومت فراگیر و مشمول صحنه شد. دو گفت که هر حکومتی را که کمیسیون انتخابات اعلان کنه ما از او پشتیبانی میکنیم پیش از پیش. حالا چرا اینا انتخابات الغا نمیکنن؟ به انتظار ما نمیباشه، به حرفای توقعات و گپای ما نمیباشن. اینا خوب درست میفهمن انتخابات اگر لغو قرار داده شود همه نعمتها و امنیتهای تشریعی قانونی مثل پارلمان و مثل مجلس سنا همگیش باید ملغا باطل قرار بگیره، باطل میشه و باطل میشه. بعدها به نقطه اولی برمیگرده، امریکایی ها حرفی نداره برای همشهری های خود برای زونا که چیزی بگوید درباره دموکراسی در افغانستان، به خاطر اینکه از اول تا آخر باطل اعلام میشه. مجبور است این انتخابات مفسد فاسد ببرن در چوکات زمین، باز دوباره بیایه یک جانکیری یا پامپیو بیایه یک عقد نکای سیاسی را اونا ایجا به امضا برسانه و مسئولیت طلاق هم بر دو طرف بته. مثلا یعنی فکر میکنین افغانستان بار دیگر یک نسخه جدید از حکومت وحدت ملی را تجربه میکنه؟ هیچ چاره نیست. اگر ما بخوایم کسایی که نمیخواه، کسایی که مثلا مخالف از گپ هسته، برو از آب شور بحر کراچی و از آب خلیج و از اقیانوس از اونجا چیکنن آب شور بخورن. مسئله عمی است، چاره دیگه ندارن. حکومت وقتی گفته میتونین که 15 نفر در پامیرم هم مخالف نبوده باشه. وقت ساعت ما فعلا به گپ به این بساطت و به این ساده لوحی مسئله حل نمیشه، موضوع حل نمیشه. شما میبینید که ولایت تعیین شده، اشخاص تعیین شده، اشخاص بحران حل شده. بحران در عمق بحران ما قرار داریم. فعلا مرض کرونا است، کرونا سیاسی گفتم همچنان وجود داره. به این ساده لوحی که اینا بازی کردن کودکانه از ایران به این موضوع حل نمیشه. به تقسیم سرک وزارت خارجه و وزیر اکبر خان و قطع معاشات موظفین بیچاره که از خاطر مرض کرونا در بدر خاک بسر است، یک واکسین به طفل خود بگیرن معاش از او را قطع میکنن یا که راه ها را بند میکنن، این سرک را بند میکنن. جاده ها به این ساده‌لوحی های سیاسی ما به این تصرفات و اعمال کورکورانه احمقانه بسیار معذرت میخواهیم، به این مشکل حل نمیشه. ما در عمق بحران قرار داریم. شماری از سیاسیون کشور هم در داخل افغانستان رایزنی های را انجام دادن. یعنی در نهایت هم فکر میکنین تا زمانی که ایالات متحده امریکا اقدام نکنه این مشکل با پادرمیانی رهبرای سیاسی داخلی حل نمیشه؟ قطعا به یک صورت گفتم معزله افغانستان، محور قضیه افغانستان، تعیین تشکیلات افغانستان از کنفرانس شومی بون تا به حال مهندسی از این طراح مهندس از این خلیلزاد است. خلیلزاد در اینجا است. حتی امریکایی‌ها هم به خلیلزاد اعتماد ندارن تا که یک کسی از اونا در اینجا وارد صحنه نشوند، به وساطت امریکایی‌ها اینجا عقد نکای سیاسی صورت نگیره. قطعا مجله حل شدنی نیست. اگر ایرا بگوین ما اینشتن ما نشانی ابدا کسایی که فعلا یک کم داره صبر کنن آش سرخ نخورن، مثلا ما در امید هستم که مسئله سیاسی حل میشه. به این اعلان نتایج و به این انتخابات و عوالم نورستانی آن چیزی که از رحم مفسد فاسد انتخابات به وجود آمد، طفل کور به میان آمده، بلا ان ضرورت است که اینجا یک حل سیاسی صورت بگیره و عقلانیت سیاسی را به کار ببرن، نه عقلانیت تحلیل های استخباراتی را. آقای کاظمی، واقعا افغانستان یک بار دیگه یک نسخه جدیدی از حکومت وحدت ملی که ممکن است نامش حکومت همشمول باشه تجربه میکنه؟ خب اول باید بیایم یک نگاه قسمی داشته باشیم که منظور از حکومت همشمول یعنی چی؟ یعنی من زنده، جهان زنده؟ یعنی موارد را که در شعارهای آقای عبدالله شما شنیده باشین اصطلاح حکومت همشمول مطرح میشه، شما را از سیاسیون حکومت همشمول. بله. اما دیروز هم آنچه را که آقای خلیلزاد مطرح کرده باز هم گفته حکومت همشمول. حکومت همشمول واقعا باید تعریف شود. اصلا
حتی اگر قرار به این باشه که این گونه حتی نگاه داشته باشیم که اگر آقای دکتر صاحب عبدالله، اگر جناب آقای حکمتیار، اگر جناب آقای سیاف، اگر جناب آقای کرزی و برخی از سیاستگران و سیاسیون دیگر در پیکره حکومت وارد میشه، این حکومت یعنی همشمول، این به معنای واقعی خودش همشمول نیست. حکومت همشمول ترسیم شده، حکومت همشمول به وجود آمده. آیا حضور تمام اقوام در حکومت دولت ساز این نشاندنده حکومت همشمول نیست؟ یعنی اگر واقعا نشانگر حکومت همشمول است، پس چرا ما شاهد دو مراسم تحلیف بودیم؟ خب این ما در صحبت‌های پیشتر خودم عرض کردم، وقتی که ما یک رئیس جمهور خودخوانده میخوانم، بر اساس قانون ما این میگم، این نظر شخصی من نیست. وقتی قانون صراحت داره که اعلان کننده کمیسیون مستقل انتخابات هست که یک کمیسیون دیگه هم کمیسیون شکایات هست، بررسی ها را صورت داد، بعد از او دوباره اعلان نتایج نهایی هم صورت گرفت و وثیقه انتخاباتی هم به فرد برنده ای که بر اساس قانون بر اساس آرا انتخاب شد مشخص شد، مراسم تحلیف هم مشخص شد و اشتراک کنندگان را هم اگر شما ببینید کاملا مشخص است. رؤسای هر دو کمیسیون در مراسم تحلیف جناب دکتر صاحب محمد اشرف غنی حضور داشتند، آقای خلیلزاد در اونجا حضور داشت، آقای اسکات میلر در اونجا حضور داشت. یعنی آقای کاظمی، درست است که پارلمان افغانستان در اینجا حضور داشت، درست است که نمایندگان کشورهای خارجی حضور داشتند، اما هیچ یک از کشورهای خارجی که حضور داشتند شما نشنیدین که اعلان حمایت از حکومت اشرف غنی کرده باشند. شما مصاحبه آقای خلیلزاد شنیدین که اعتراف کرد که حضورشان با مفهوم پشتیبانی ایالات متحده آمریکا از اشرف غنی نیست. ما پیشتر هم یک نکته را اشاره کردم، بین اعمال و اعلان هم باید یک تفاوت قائل شویم. وقتی که حضور پیدا میکنه از نگاه عرف دیپلماتیک و سیاسی یعنی چی؟ اگر شما چیزی را قبول نداری به دنبالش نمیری. ای خودش نشان دهنده مشروعیت بخشیدن هست، باور داشتن هست. قطر اعلان حمایت میکنه، امریکا به یک شکلی از اشکال اعلان حمایت میکنه، کشورهای عربی اعلان حمایت میکنه، هندوستان اعلان حمایت میکنه و تبریک میگه. ببینین تمام اینا آخرین مرحله، خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تبریک میگه با آقای دکتر اشرف غنی. آیا اینا خودش نشان دهنده این نیست که مشروعیت بخشیدن هست و باورمندی خودشان؟ از طرف دیگه فصل ناتمام باید به اتمام برسه. یعنی وقتی واقعا مشروعیت جهانی داره این حکومت، کاملن چرا سیاسیون نمیان در بدنه این حکومت که یک حکومت مشترک و همشمول آن چرا که شما گفتین بر رهبری اشرف غنی بسازن؟ جناب آقای جمالزاده ای است که تمام سیاسیونی که ما پیشتر برخی از اسامی را بردم، اینا میخواهند که در پیکره حکومت باشند، اما حکومت نمیخواهد که اینا در پیکره خودشان باشند، به خاطر که اینا امتحان خودشان را داده. ما پیشترم یک نکته را اشاره کردم، همشمول بودن به این مفهوم نیست که من زنده جهان زنده. وقتی که این افراد در پیکره حکومت خود را دخیل دانستن و به عبارتی حکومت را تقسیم کردن، این حکومت یعنی همشمول. اما اگر منافع اولیای کشور در خطر باشه، هیچ برایشان اهمیت نداره. اینجا یک نکته که خیلی خیلی پرسش برانگیز است برای مردم افغانستان. آیا مردم افغانستان به دنبال کسانی که به جمهوریت، به قانون اساسی، به انتخابات باور داشت و او را به منصه ظهور رساند باور میکنند، یا به کسانی که دم از اینا میزنند اما هیچ کدامشان نه حامی قانون اساسی بودند و نه هستند و نه از طرف دیگه هیچگاه منافع شخصی خود را بر منافع اولیای کشور تمیز ندادند؟ ببینین اینا مواردی است که باید در نظر گرفته شود. از طرف دیگه هستند کسانی که نه نظام را میخواهند، نه جمهوریت را میخواهند، فقط چوکی و تقسیم قدرت را میخواهند. حکومت افغانستان هم موظف است به عنوان نهاد تسهیل کننده و تصمیم گیرنده در این رابطه هیچگاه با منافع اولیای کشور بازی نخواهد کرد و مردم افغانستان را هیچگاه از نظر دور نخواهد داشت. تشکر. بیننده های گرامی، ادامه یک برنامه هم تا لحظات دیگر. به ادامه برنامه باز هم خوش آمدین. آقای رحیمی، در نهایت امر اگر این بحران سیاسی حل نشه،
و اجماع سیاسی هم شکل نگیره، هیئت مذاکره کننده هم امی رقم طویل شوه، به تاخیر بیفته، معلوم نباشه، طالبا هم خشونت هایشان کاهش نتن، بالاخره چی میشه؟ افغانستان به کجا میره؟ تشکر. ما با فکر بینیم با اگر بر نمیگردیم، اگر برگردیم جنگ های داخلی او زمان تا بسیار توپیر داره، هم مردم مردمی قبلی نیست. ما به طور مثال میگم طالبایی که در سطح ولایت است، شاید صدای ما رو بشنو، در سطح والی، سطح ولسوال، سطح کماندان، باور که انتظار میکشه که چه وقت نتیجه صلح اعلام میشه. حالا ما با پنج نفر مدود نگاه نکنیم یا سیل نکنیم که در قطر نشسته است و آجندار کی برشان می نویسه. این باور کنیم، من اطمینان برتون میتونم تا سطح والی ولایت، تا مسئول نظامی در سطح یک ولایت انتظار زی میکشه. و یک چیز دیگه بر ملت افغانستان یک خوشخبری دیگه بتونم. کسانی که به عقیده جنگ میکرد که گفت جنگ مشروعیت داره در مقابل اشغالگر، او مردم دیگه سوار خود نمیگیره برتون کار میده، ما از منطقه خبر داریم. او مردم دیگه اولادایشان به امی تکدارا نمیته که بره ابزاری از نو استفاده کنه برای کشتن افغانای دیگه، برادرایشان یعنی. یعنی دیگه ایره برتون اطمینان میتونم. خب در هیچ شک نیست که تعداد علاقات استخباراتی، تعداد علاقاتی که به اصطلاح منافیشان در مسائل افغانستان است و تعدادی که ما افغانا از صلح میترسیم چون جای پایی نداریم. برگذشته گفتم یک یادآور شید در کابل فجایی که صورت گرفته، این جای پایی نداریم. او کسایی که طلب شده از بین رفته، بچه از نال کلان شده، فردا صلح ثبات بیایه، اولا 50 عرضه میکنه که جناب پدر مرا کشتی با راکت با توب سینه بریده، از او خوار از او مادره. یعنی ما به حقب نبر نمیگردیم و کسانی که در آب آسیاب دشمن آب میرزنه و نمیخواید که یک اجماع واقعی ملی وجود بیاره، یک سال ثبات داریم. ترس از ناس فرداست اگر سال ثبات بیاره در افغانستان زندگی کردن میتونم بهتون قول میتونم. خب اینجا ما میگیم که اگر ما 5000 طالب اعلام میتیم، 14000 کاملا اعلام میتیم، صحیست؟ اکنا یک 50000 نفر از مرگ نجات بتیم دیگه در مقابلش. این خوشونت کم کردن خوشونت، این گار ما هزاران نفر از مرگ و از فلاکت و از زخم بودن نجات دادیم. خیر است، کاتلان هم است، آزار شده، ولی در مقابل زی ما میگیم که بر نمیگرده به عقب، اطمینان میتونیم. مردم دیروز نیست، امیدوار هستیم که ما در امی دوره دکتر اشرف غنی با همکاری جامعه جهانی و ولایت متحده آمریکا و همکاری مردم افغانستان که برادرزادگوار گفت که اما شمول هم هست، الحمدلله که هست، کل چیرای مطرح در اون محفل بود، ما یک چیزی بسازیم برای ملت افغانستان تا در سر ثبات اونا چی زندگی خوره. تشکر ممتاز صاحب. چه خواهد شد اگر این چالش ها واقعا حل نشد؟ من قبلا خدمت شما گفتم که به حرفای آرزوها و توقعات و آرمانها و مسائل چیست، به حرفای زرین و قانون و این مسائل که صحبت میکنن مشکل حل نمیشه. به زبان عربی میگه تجری ریاه و بیماله اشتهی سفون. طوفانی که فعلا روان است در داخل افغانستان، در بیرون روان است، مطابقت با اشتهای کشتی نداره، جهتی که مسیر طوفان است. دیگه این حرفا در جای به درد میخوره، شاید این حرفا را در نیویورک و فرانسه و کم جای دیگه بزنیم. اینجا افغانستان است و تو نمیتونی که از درخت خار انگور به دست بیاری. چیزای غیر مفهوم است. با این مشکل ضرورت به این است که اگر ما بخوایم یا نخوایم، نام کسایی که نامش می رهبرای سیاسی و روز که مجلس داشتن، اینها اگر خوب هستن بد هستن، اینا یک واقعیت امر است در افغانستان، اینا تاریخ هستن، اینا ملت هستن، اینا هیچ چیز نیستن. هر کسی که از بالا طرف آفتاب صدا کنه، صدای خدا بکشه، فکر میکنه بیفایده است، فکر میکنه خدا گول میزنه، به تاریخ آشنا نیست. اقلا تاریخ 40 سال معاصر افغانستان چیه؟ درختای ریشی بی ریشه قطعا ثمرت نمیشن. و قبل از اینکه مذاکرات صلح آغاز شود، در قبل از بیرون شدن امریکا، امی بای ویسکی ها و امی افغانای صادراتی اینا بیرون میشن افغانستان، پس دوباره مثل کمونیست ها که یتیم گذاشتن یتیم میگذارن این کسان. ضرورت است که ما به حرفای استخباراتی که بدان دوستای ما میتن
تحلیلگرای تحلیل استخباراتی کنیم و به خاطر تمویل و تشخیص و گپا این موضوع گذشته. تشکر آقای ممتاز. پروژه 19 ساله افغانستان ختم شده و امیدوار هستیم انشاءالله زندانی ها را کسی رها میکنه که به دستشان است، در محبس است، صلاحیتش داره. تشکر. زندانی حزب اسلامی که با اینا بودن نیستن، با ارباب تصمیم گرفته، ارباب تصمیم میگیره و غلام انتظار نمیکنه. آقای کاظمی، ما خیلی خلاصه میخوایم بگویم که اگر خدای نکرده پروسه صلح با بنبست و چالشی اگر مواجه شوه، باز هم پای این سیاستگرانی که پیشتر و بار بار نامشان برده شد دخیل هست. بیایند این بزرگان ما به جای از اینکه در روند صلح مانع بتراشند و چالش با وجود بیارن، بیایند در کنار حکومت قرار بگیرند، بازو بتن با حکومت و حکومت افغانستان بتانه که این روند را بهتر مدیریت بکنه. از طرف دیگه امیدوار هستیم که طالب ها هم به وعده هایی که کردن، بحث کاهش خشونت و بحث رسیدن به صلح دائمی را در سرلوحه کارهای خودشان قرار بگیرد، تا بر اساس از او حکومت افغانستان هم روند آزادسازی زندانیان را سرعت بیشتری ببخشد. تشکر آقای رحیمی کوتا. جاسوس ها و قاتلین خود این شکل است که مردم ملت انگوش شمار میشناسه، اونا جای پای هم نداره. اینا کسایی بود که 120 رای برد، اینا کسایی بود که ملت در انتخابات ثابت ساخت که اینا در پارلمان هم رای نداشت، اولاد بچهایشان و در رئیس جمهوری هم رای نداشت. تشکر. بس نمیکنیم. تشکر آقای رحیمی. خواهش میکنم اینجا بحثی بیو جنگی نمیشه. ما با بیوهای زنده بیوه و مسافرین نمازی مسافرین خدا مسافران نمیخوانند. تشکر تا برنامه دیگر، بدرود.